ونگوگ، پیکاسو، نولده و مونک تنها برخی از هنرمندانی هستند که 35 سال است در موزه هنرهای معاصر تهران مخفی شدند. البته نه خودشان که آثار هنریشان، شاهکارهایی که فرع پهلوی همسر محمد رضا شاه پهلوی که علاقه ای به هنر و آثار هنری داشت در دهه هفتاد میلادی خرید و به تهران آورد. ملکه پیشین برای نمایش آثاری بیمانند از هنر مدرن که حالا ایران صاحب آنها بود دستور ساخت موزه هنرهای معاصر را داد. موزه هنرهای معاصر یکی از موزه های شهر تهران است که در سال 1356 خورشیدی به کوشش و ابتکار شهبانوی ایران و معماری کامران دیبا ساخته شد. این موزه شامل مهمترین و جامعترین مجموعه هنر غربی در قاره آسیاست. ایران در دهه هفتاد میلادی و در بحبه های اقتصادی یکی از قدرتمندترین کشورهای خریدار هنر غربی به شمار می آمد. کامران دیبا در فیلم مستندی که چند سال پیش از گنجینه آثار هنری مدرن در تهران تهیه شد گفت ما با اینکه تنها چهار میلیون دلار داشتیم می توانستیم چنین آثاری را خریداری کنیم. اما عمر بالیدن این مجموعه کم نظیر در ایران کوتاه بود. هنوز چند وقتی از گشایش نمایشگاه نگذشته بود که انقلاب به وقوع پیوست و تابلوها به انبار موزه منتقل شدند. پس از 35 سال تابلوهایی که ارزش آنها تا 3 میلیارد یورو تخمین زده می شود، قرار است بیرون بیایند و به زودی در موزه های مشهور غرب به نمایش گذاشته شوند. بنابر گزارش فرانکفورتر آلگمانت سایتونگ نمایش این آثار ابتدا در لندن سپس در پاریس و بعد در برلین خواهد بود به نوشته این سایت آلمانی زبان در فهرستی که موزه هنرهای معاصر منتشر کرده نامهای هنرمندان مشهوری از اواخر قرن 19 میلادی تا دهه 70 میلادی به چشم میخورد که آثارشان در این مجموعه است فانگوک، پیکاسو، نولده، مونک، کاندینسکی، کله، شاگال، میرو، گوگن و بیکن. یکی از آثار این مجموعه اثری است از پال جکسون پولاک از پیشگامان جنبش هیجان نمایی انتظایی با نام نقشی بر زمینه سرخ هندی. در سال 2003 یک کلکسیونر آمریکایی 105 میلیون دلار برای خرید این اثر پیشنهاد کرد که این پیشنهاد از سوی مدیران موزه در ایران رد شد. ارزش این اثر اکنون 250 میلیون دلار تخمین زده می شود. تابلوی پولاک در ایران در سال 2012 هم خبرساز شد. آن هم هنگامی که برای نمایش به ژاپن ارسال شد تا در نمایشگاهی شش ماهه در معرض دید علاقمندان شرق آسیا قرار گیرد. تابلو به هنگام بازگشت به ایران به جای اینکه به محل نگهداری خود یعنی موزه هنرهای معاصر منتقل شود در گمرک فرودگاه خمینی توقیف شد. علت توقیف این اثر بدهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گمرک فرودگاه عنوان شد البته شاهکار پولاک دوباره ترخیص شد و به موزه بازگشت دولت جمهوری اسلامی اکنون پس از 35 سال قصد دارد این مجموعه کم نظیر از هنر مدرن را در کشورهای جهان به نمایش بگذارد مجموعه که فرح پهلوی همسر محمد رضا شاه پهلوی گرد آورد و پس از پیروزی انقلاب در ایران به فراموشی سپرده شد فرانکفورتر آلگماین سایتونگ از مجید ملا نوروزی به عنوان یکی از کسانی یاد می کند که نقش اصلی را در بیرون کشیدن این گنجینه و به نمایش گذاشتن آن دارد. مدیر 48 ساله ای که از اسفند ماه سرپرستی موزه را بر عهده گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی سال 2014 را سال هنر نامیده است. مولا نوروزی به فرانکفورت آلگماین سایتونگ میگوید ما میخواهیم برای نشان دادن تصویر درستی از ایران یک پل فرهنگی بنا کنیم و آثاری را به نمایش بگذاریم که 35 سال کسی به آنها دسترسی نداشته است خبر نمایش مجموعه گرانبهای هنری ملکه پیشین ایران حالا بسیاری از هنردوستان را قافل گیر کرده است به نظر می رسد این تحلیل که دولت جمهوری اسلامی به دنبال نشان دادن چهره تازه از خود به جهان غرب است چندان با واقعیت همخوانی ندارد چرا که اگر دنبال چنین مسئله ای بود می توانست در زمینه های دیگر مانند آزادی زندانیان سیاسی و پایمال نکردن حقوق اساسی مردم ایران گام بردارد آنچه که احتمال دارد این است که رژیم حاکم بر تهران در صدد است این گنجینه هنری را در معرض فروش قرار دهد تا اندکی از فشارهای مالی خود را تأمین کند نظامی که خاک حاصلخیز مملکت را به فروش میرساند آثار هنری خارجی ها برای او هیچ ارزشی ندارد